پانزدهمین روز مهر ماه برابر با هفته اکتبر سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، امضای متمم قانون اساسی توسط محمد علی شاه قاجار، با اوجگیری نهضت مشروطیت ایران و مبارزات همه جانبه مردم، مظفرالدین شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت کرده و ضمن صدور فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی را صادر نماید. از آن پس متن قانون اساسی مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سیاسی تنظیم شد و به امضای شاه رسید. اما چون این قانون اساسی بدون وقت کافی و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود و بسیاری از مسائل مهم و اساسی و دیگر حقوقی را که در قانون اساسی مطرح می شود دارا نبود، این قانون بیشتر به آیین‌نامه مجلس شباهت داشت و تأمین کننده نیاز فوری ملت در زمینه به دست گرفتن اختیارات و حقوق سیاسی از طریق تشکیل مجلس شورای ملی بود. به همین دلیل پس از مرگ مظفرالدین شاه در همان آغاز سلطنت محمد علی میرزا، کمیسیونی به منظور تهیه متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی تشکیل شد. این کمیسیون که مرکب از 5 نفر بود، متنی را بر اساس قانون اساسی بلژیک و فرانسه و بالکان تهیه کرد که قابل قبول همه نمایندگان مجلس نبود. پس از پایان کار، متمم قانون اساسی در 107 اصل برای امضا تقدیم شاه گردید. محمد علی شاه ابتدا در امضای این قانون وقت کشی می کرد، اما با درخواست‌های مکرر مردم از نمایندگان و تلگراف‌های علمای نجف مبنی بر امضای متمم، سرانجام شاه ناگزیر شد که آن را امضا نماید. سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، تعیین رنگ پرچم کشور ایران، درفش، بیرق، علم، لوا یا رایت به معنی پرچم از دیر باز مورد استفاده بوده و از آن عنوان علامت معین شاه، حکمران، فرمانده نیرو و لشکریان استفاده می شده است. اندازه و رنگ بیرق ها از دوران کهن تفاوت های متعددی داشته، ولی گزینش رنگ های سگانه سبز، سفید و قرمز را مربوط به دوران ناصرالدین شاه قاجار دانستند. در نهایت در جریان انقلاب مشروطیت این سرنگ تثبیت شد و از این پرچم برای ساختمان‌های دولتی و یادمان‌های سلطنتی، قلعه‌ها و بنادر و هر آنچه به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده می‌کردند. با تدوین قانون اساسی مشروطه رنگ پرچم ایران معین گردید که بر اساس اصل پنجم متمم این قانون، رنگ سبز در پرچم ایران به عنوان نشانه دین اسلام و مذهب شیعه و نیز خرمی کشور و صفای روح و باطن، رنگ سفید نشان صلح‌خواهی، دوستی و آرامش طلبی ملت ایران و قرمز نشان مشروطیت ایران و آمادگی ملت برای دفاع از استقلال و آزادی به قیمت ریخته شدن خون فرزندان خود به کار گرفته است. ابعاد و شکل دقیق پرچم ایران در سال 1336 شمسی دوباره تعیین شد، اما پس از انقلاب 57 نشان پرچم جای خود را به طرحی شبیه به سمبل سیک های هندی داد.